درود خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که روزهای معاملاتی خیلی خوبی سپری کرده باشید. دوباره برگشتیم با این بک‌گراند و دیگه سعی می‌کنم ازش کمتر استفاده کنیم. یه موضوعی که من همیشه خیلی روش تاکید داریم بحث شناسایی روندهامونه. چرا شناسایی روندها رو من خیلی روش تاکید دارم؟ چون که اگر تریدر بدونه که روند چه سمتی داره میره و اول مسیر یا انتهای مسیر، خیلی راحت‌تر میتونه توی معاملاتش تصمیم گیری بکنه. چرا اینجوری میتونه تصمیم گیریش بهتر باشه؟ چون که شما اگر بدونید توی چه روندی هستید، میرید تایم های پایین تر در جهت اون روند دنبال پوزیشن گیری میکنید، مثلا الگوها، خط روندها یا هر سبک پرایس اکشن دیگه که میشه ازش استفاده کرد. خب ما توی ویدیوهای قبلی خیلی راجع به بحث شناسایی روندها صحبت کردیم، ولی از ابتداشون، و سعی میکنم توی این ویدیو چند تا نکته خیلی خوب بگیم و یک روشی رو بهتون آموزش بدم که با استفاده از اون بتونید انتهای روندهاتون رو شناسایی بکنید. یعنی زمانی که شما بتونید انتهای روندتون رو شناسایی بکنید، خودتون رو آماده میکنید برای جهت روند بعدی. مثلا اگر روند سودی بودش و انتهای روندش رو تشخیص دادید، میتونید آماده بشید برای روند نزولیش. که حتی توی تحلیل هفتگی چند وقت پیش، بکنم 2 هفته پیش بود، که راجع به داو جونز هم دقیقاً از همین قضیه استفاده کردیم و روی طلا هم چندین بار پشت سر هم این اتفاق افتاده که الان میریم مثالاشو کامل بهتون میگم و یه سری نکته های مهم داره که بعد از اون دیگه مطمئناً میتونید انتهای روندها رو شناسایی بکنید و خودتون آماده بکنید برای روند بعدی که قرار شروع بشه. بریم روی 4 که کامل 0 تا 100ش رو بهتون بگم. خب بریم که روندها رو یه چند تا نکته مهمش رو بهتون بگم روی چارت و با مثال هم باشه که بهتر بتونید درکش بکنید. فقط قبل از اینکه شروع بکنیم، من به قول معروف عصای دستمون رو بیارم، نباشه کلا لنگیم. یه نکته ای هم می‌خواستم بگم، ما همیشه راجع به روندها صحبت کردیم، ما روندها رو نمی‌ایم تایم 15 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه یا حتی نیم ساعت هم شناسایی بکنیم. چون روند کلی مارکت رو ما باید حداقل تایم های 2 ساعت یا 4 ساعت یا حتی روزانه ازشون استفاده بکنیم. الان مثالی که من میخوام بزنم تایم 4 ساعت و روزانه است که روند کلی رو شناسایی بکنیم. مثلا روی طلا وقتی شما توی تایم 4 ساعت روند کلی رو اینجا شناسایی بکنید، ببینید کامل روند نزولی بوده و هیچ نشونه برگشتی هم نداشت. یعنی شاید شما 1 هفته 2 هفته فقط سمت پوزیشن سل باشید تا اینکه مثلا دنبال پوزیشن خرید باشه. خب این خیلی کار شما رو راحت تر میکنه. فقط قبل از اینکه بریم سری شروع بکنیم، من یه نکته روندی رو بگم. ما تو کلا بحث، حالا شاید افراد مبتدی خیلی مبتدی این قضیه رو ندونن، فقط سریع بهش اشاره بکنم. توی روندها ما یه اصطلاحی داریم به اسم سقف و کف، که حالا من از این اصطلاح استفاده نمی‌کنم و کلا من میگم چرخش قیمت، چون سقف و کف به جوری اکتفا به تک کندلیه، ولی چرخش قیمت ما میایم ترکیب چند تا کندل رو در نظر میگیریم. زمانی که ما چرخش قیمت‌های بالاتر، یعنی هم به اصطلاح سقف و کف‌های بالاتر داشته باشیم، به اصطلاح بهشون روند سودی، و اگر سقف و کف های پایین تر ما داشته باشیم یا همون چرخش قیمت های خودمون، ببینید کلن از سمت پایینه، یعنی در جهت به سمت پایین داره که ما میگیم روندمون نزولیه. حالا یه روند دوم سومی هم داریم که روند رنجه، که ما توی این ویدیو زیاد باش کاری نداریم، ما میخواییم روندگیری مارکت رو بشناسیم. خب یه مثال اصلا همین جای چارت یه خورده زوم بکنیم، زیادم دور نریم که بدونید توی کلیت مارکت داره جواب میده. الان ما توی طلا تایم 4 ساعته، ما اینجا یک روند سودی اصلاح، سودی اصلاح، و انتظار چی رو داریم؟ انتظار داریم که بیاد یک چرخش قیمت بالاتر از چرخش قیمت قبلی خودش به وجود بیاره. زمانی که ببینید ما توی کلا روند سودی، خب زمانی که چرخش قیمت قبلیمون مثل اینجا شکسته میشه و این به ما تاییدیه، این رو میده که روند سودی یا مثلا روند نزولی ما ادامه داره، و زمانی که مجدد قیمت میره به سمت بالا یک اصلاحی انجام میده و میخواد به چرخ قیمت رو ببره به سمت بالا، نمیتونه این اتفاق بیفته، یعنی نمیتونه آخرین چرخش قیمت خودش رو بشکنه. حالا ما چجوری باید این رو، مثلا ما اینجا یک ضعف رو دیدیم، سریع دیدمون بره سمت پوزیشن مثلا توی همین مثال روند نزولی، نه، چه زمانی ما میایم تاییدیه روند نزولی رو میگیریم؟ زمانی که آخرین چرخش قیمت اصلاحی ما شکسته بشه. ببینید الان اینجا چرخش قیمت اصلاحیه، قیمت اصلاح کرده رفته به سمت بالا، اینجا هم اصلاح کرده، پس این کف ما میشه چرخش قیمت اصلاحیمون توی روند اصلاحی. زمانی که این از این سمت شکسته میشه، یعنی قیمت توانایی این رو نداره که بره یک چرخش قیمت بالاتر بزنه، میاد از سمت پایین شکسته میشه، ما اینجا تاییدیه رو میگیریم که روند سودی ما تموم شده و قرار قیمت یک روند جدید شکل بگیره، که دقیقا هم میبینید تقریبا از 1940 تا 1900 1920، یعنی نزدیک 40 دلار قیمت طلا ریخته به سمت پایین. یه مثال دیگه اینجا،
حالا مثالام کلا سعودی شدش، ولی خب مشکل نداره، بیشتر درک مطلب مهم. ببینید روند سعودی اصلاح، سعود اصلاح سعود. خب پس من انتظار دارم یک اصلاح دیگه داشته باشه و بعد بره این چرخش قیمت رو بشکنه. چه اتفاقی میفته؟ ضعف. نمیتونه این اتفاق بیفته و وقتی قیمت با یک کندل پرقدرت میاد آخرین چرخش قیمت اصلاحی من رو میشکنه. ببینید خیلی قشنگ شکون با یک کندل پرقدرت که حتی الگوی مادر هم ما میتونیم از سمت راستش استفاده بکنیم و میاد یک اصلاح میکنه و شروع روند نزولی. ببینید روند نزولی که اتفاق افتاد 19 هفته، الان مثال داجونز هم براتون میزنم، یعنی شناسایی که رو داجونز کردیم، طلا از 1975 اومد تا تقریبا 19، حالا بگیم 90. ببینید فقط و فقط با شناسایی همین، یعنی توی روندهای نزولی هم دقیقا همینه. ببینید مثلا ما یه همچین روند نزولی داشته باشیم، قیمت میاد به سمت پایین، خب یه اصلاح میکنه، من انتظار دارم که بیاد این کف هم بشکنه، ولی وقتی نمیتونه اینجا ضعف به وجود میاد و میاد آخرین چرخش قیمت اصلاحی خودش رو میشکنه، من انتظار دارم که روند صعودی من شروع بشه. توی دا جونز ما تقریبا فکر کنم تایم روزانه هم بودش، فکر کنم تحلیل رفتگی 3 هفته قبل بود که من اعلام کردم روند داجوز کاملا نزول شد. یه سری دوستان میگفتن که نه و نمیدونم شما داری اشتباه تحلیل میکنی، ولی خب دید من اصلا مهم نبود که بقیه حالا چی میگن، ولی دید من این بود که داجوز کاملا روندش نزولی شده و فکر کنم نزدیک 1 هفته فقط داشت نزول میکرد. خب این به واسطه چی بود؟ ببینید ما اصلا یه تیکه چارت رو زوم بکنیم. خب ببینید ما الان با گذشته چارت اصلا کاری نداریم، ما این روند صعودی داشتیم. خب یه نکته خیلی مهم اینجا داره، ببینید قیمت میاد، من انتظار دارم که یک روند صعودی شکل بگیره، میاد یک ضعف اینجا به وجود میاره و نمیتونه چرخش قیمت آخر خودش رو بشکنه. نکته این روند چی بود؟ زمانی که آخرین چرخش قیمت اصلاحی شکسته بشه، یعنی اینجا، اون موقع من میتونم انتظار ریزش رو ازش داشته باشم. ولی اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا حمایت شد، قیمت رفت به سمت بالا. پس این رو حتما حواستون باشه، اگر شما ضعف رو دیدید بلافاصله نباید تغییر روند بدید، باید صبر بکنید اون کف اصلاحیتون، حالا چه روند صعودی چه روند نزولی، شکسته بشه و بعد از اون انتظار ریزش رو داشته باشه. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اصلاح کرد، رفت به سمت بالا، مجدد اصلاح کرد و میخواست بره چرخش قیمت آخر خودش رو بشکنه. 2 تا ضعف من اینجا دیدم. حالا اینجا خودمون یه خط روند داشتیم، حالا با این خط روند هم کاری نداریم، کلا بحث شکست اصلاحی بخوایم صحبت بکنیم. ببینید اینجا یه کف ما بود، اینجا هم یه کف ما بود. ببینید خیلی قشنگ اومد پرقدرت این کف ما رو شکند. زمانی که این کف شکسته شده، ببینید کاملا روند ما نزولی بوده. یعنی این قضیه توی حتی برید روی بک تست بگیرید، روی گذشته چارت برید کامل این رو بک تست بگیرید، میبینید که کاملا داره جواب میده. با این روش شما خیلی راحت میتونید انتهای روندهاتون رو شناسایی بکنید، چون بعضی از افراد هستن میان مثلا حتی تو تایم 15 دقیقه هم این قضیه جواب میده ها. به فرض شما فرض کنید که اینجا تایم 15 دقیقه تونه، میاد همچین روندی رو میبینه، سریع شروع میکنن دنبال پوزیشن خرید گشتن، مثلا میگن خب آقا روند ما پرقدرت صعودیه، ولی روانشناسی مارکت چی میگه؟ روانشناسی مارکت میگه آقا از این نقطه ها خیلی ها توی صعودن، یه جایی باید از این معاملات بسته بشه و معاملاتشو خارج بشن. و اینجور مواقع وقتی قیمت رشد زیادی کرده، دیگه شما نباید به قول معروف اون قله سوار قیمت بشی، شما باید این ضعف ها رو پیدا بکنید، معکوسش رو بگیرید. چرا؟ چون افرادی که اینجاها توی سودن، توی سودهای سنگین، اگر معاملاتشون رو ببندن ریزش ها یا رشد های شارپی، حالا چون روند مصودی ریزش های شارپی اتفاق میفته، یا اگر بگیم توی روند های نزولی برگشت های قیمت اتفاق میفته رشد های سنگینه. چرا؟ چون که بعد از یک مسیر طولانی خیلی از افراد توی سودن، حالا تریدرهای بزرگ بیشتر منظورمونه، وقتی معاملاتشون رو میبندن به یک بار برگشت قیمت سنگین اتفاق میفته، مثل اینجا میبینید چه ریزش سنگین اتفاق افتاده، به واسطه همینه که خیلی از افرادی که سود بودن معاملاتشون رو بستن. پس با استفاده از این روش، با استفاده از این استراتژی، خیلی راحت میتونید انتهای روند هاتون رو شناسایی بکنید. یه به قول من جنبندی سریع بکنید، زمانی روند ما تاییدیه پیدا میکنه که ادامه دار، یعنی میتونه حرکت بکنه که آخرین چرخش قیمت قبلی خودش رو بشکنه و ادامه روندش رو بره. اگر بخواد تغییر ماهیت بده، باید آخرین چرخش قیمت اصلاحی خودش رو بشکنه. زمانی که این شکست اتفاق افتاد، ما میتونیم بگیم که آقا روند ما تغییر ماهیت داده، مثلا از صعودی رفته نزولی یا نزولی رفته توی صعودی. پس این رو حتما دقت بکنید. اگر باز هم هر جاش سوالی داشتید، میتونید قسمت کامنت ها بپرسید، حتما
جواب بهتون میدم. شناسایی روندها رو خیلی جدی بگیرید، خیلی 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 میتونه شما رو از معاملات ضررده دور بکنه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ارادت.